اختراعات برای تصمیم گیری و برنامه ریزی و مشارکت فعالانه در فرایند تصمیم گیری و برنامه ریزی به عنوان اعضای تیم مدیریتی سازمان هستش. و حقیقت این مسئله اینه که در اکثر شرکت‌ها تیم‌های مدیریتی در تمام تصمیمات عمده خودشون معمولاً اتکای زیادی رو دارن به اطلاعات حسابداری و مدیریتی و برای انواع تصمیمات خودشون معمولاً از اطلاعات حسابداری و مدیریت استفاده می‌کنن. مثلا می‌خوان یه خط تولید جدیدی رو راه اندازی بکنن یا یک تصمیم جدیدی رو بگیرن، یک استراتژی جدیدی رو اتخاذ بکنن در فرایند رقابتی، معمولاً از اطلاعات حسابداری استفاده‌های خیلی زیادی رو می‌برن. هدف بعدی یاری کردن مدیران در هدایت و کنترل عملیاتی برای فعالیت‌های اجرایی. این کنترل و هدایت فعالیت‌ها برای کمک کردن به مدیران نیازمند اطلاعات خیلی بالایی. مدیران باید اطلاعات بالایی رو از سازمان خودشون داشته باشن تا بتونن سازمان خودشون رو در مسیر مناسب هدایت بکنن و عملیات اونها رو کنترل بکنن. لذا حسابداران مدیریت اطلاعات ارزشمند رو در اختیار مدیران قرار میدن تا مدیران بتونن در راستای هدایت و کنترل عملیات سازمان قدم‌های مؤثری رو بردارن. اطلاعات حسابداری مدیران غالباً با کارکرد جلب توجه به کمک مدیران میاد. گزارش‌های حسابداری مدیریت معمولاً تصمیم‌گیری‌ها رو حل می‌کنه و معضلات تصمیم‌گیری رو حل می‌کنه و میتونه به موضوعاتی که به مهارت‌های مدیریتی نیاز داره بپردازه و موضوعاتی که به مهارت‌های مدیریتی نیاز داره رو حل بکنه تا مدیران بتونن با فراغ بال بیشتری اصطلاحاً به وظایف هدایت و کنترل عملیات خودشون بپردازن. هدف سوم ایجاد انگیزه برای مدیران و کارکنان در جهت تحقق اهداف سازمان هستش. سازمان‌ها قطعاً اهدافی دارند و سازمان‌ها برای رسیدن به این اهداف عوامل و نیروهای مختلفی رو دارن که نیروهای مختلف اهداف خرد خودشون رو دارن و این اهداف در راستای رسیدن به اون هدف کلی هستش. هر بخش یا هر عضو از چارتای سازمانی مختلف اهداف و اصطلاحاً انگیزه های مختلفی رو دارن که این انگیزه ها به کمک حسابداران مدیریت میتونه سوق پیدا بکنه به سمت رسیدن به اهداف سازمانی و در جهت تحقق اهداف سازمانی این انگیزه ها استفاده بشن. لذا حسابداران مدیریت میتونن با تلاش‌های خودشون، با توجه به بودجه‌بندی‌های خودشون، روش تخصیص منابع خودشون و فعالیت‌هایی که در جهت رسیدن به اهداف سازمانی هستش، انگیزه‌های مدیران و کارکنان رو در رسیدن به اهداف سازمانی حمایت و راهبری بکنن. هدف چهارم اندازه‌گیری عملکرد فعالیت زیرمجموعه‌ها، مدیران و دیگر کارکنان فعال در سازمان‌ها هستش. معمولاً حسابداران مدیریت اطلاعاتی که در دسترس دارن میتونه به عنوان ارزیاب عملکرد سازمان استفاده بشه. همونطور که توی اسلایدهای قبلی هم گفتیم بهتون. بنابراین زمانی که حسابداران مدیریت به کمک مدیران میان، اون اطلاعاتشون باعث میشه که مدیران درباره اندازه‌گیری عملکرد فعالیت‌های زیرمجموعه‌های مدیران و سایر کارکنان فعال در سازمان‌ها به مدیران مجموعه‌ها کمک بکنه. و در نهایت ارزیابی وضعیت رقابتی سازمان و همکاری با مدیران دیگه برای اطمینان پیدا کردن از توان رقابتی درازمدت سازمان در صنعت، که زمانی که ما در شرایطی قرار داریم که به سرعت محیط تجاری در حال تغییر و تحوله و تغییرات در عرصه‌های داخلی و جهانی داره اتفاق می‌افته، پیشرفت‌های مختلفی در عرصه‌های بین‌الملل و در عرصه‌های داخل کشور داره اتفاق می‌افته بین صنایع مختلف و صنعتی که ما داریم در اون فعالیت می‌کنیم، لذا سازمانی موفقه که بتونه اطلاعات مناسبی رو در راستای سنجش عملکرد
Sâu này các bạn nhé.